اینجا در شمال شرق نیجریه سرریزه 100 باعث آب گرفتگی خانه ها در مادیگوری مرکز ایالت برنو شده. عامل اصلی سرریز شدن 100 بارش های فراوانی است که سراسر نیجریه را فرا گرفته. تغییرات آب و هوایی در جهان کشورهای فقیر را بیش از پیش در معرض از دست دادن زیرساخت‌های حیاتی قرار داده. پیش‌بینی می‌شود جنوب نیجریه بیش از شمال کشور صدمه پذیر باشد. وقوع سیل در نیجریه منجر به از بین رفتن زمین‌های کشاورزی شده. سازمان ملل می‌گوید تعداد کودکان گرسنه در نیجریه 25% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. اینجا در چاد هم دولت شرایط اضطراری اعلام کرده. شهروندان انجامنا پایتخت چاد در سیل گرفتار شدند. هفته ها باران های سیلاسا در چاد منجر به مرگ 341 نفر شده. 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند. میبینید که کسی توی خونه ها نیست. زنها و بچه ها از شهر خارج شدند. حالا قایق ها در شهر رفت آمد میکنند. تازه این پایتخت کشور چاده. پایتخت کشور بزرگ و نفخیز. 23 استان کشور نفخیز چاد تحت تأثیر پیامدهای سیل‌های ویرانگر قرار گرفتند. با از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و دام‌ها، گمان می‌رود موج بزرگی از پناهجویان اقلیمی از چاد راهی کشورهای دیگر شود. اینجا در کشور مغرب عربی هم بارش زیاد باران باعث بروز سیل شده. گزارش شده که 18 نفر در اثر بروز سیل در مغرب جان خود را از دست دادند. مناطق هم مرز مغرب با الجزایر بیش از هر نقطه دیگری در معرض بارش‌های پیش‌بینی نشده قرار داشته. سازمان هواشناسی مغرب اعلام کرده بارش 2 روز باران به اندازه بارش 1 سال بوده. از 3 دهه گذشته پژوهشگران تاکید کردند که کشورهای فقیر و در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته از تغییرات آب و هوایی آسیب می‌بینند. اکنون درستی این پیش‌بینی تایید شده. همایون خیری، لندن.